بهشت صفت بهشت که به پرهیزگاران وعده داده شد این است. در آنجا جویهای است از آبی که تغییر نیافته است و جویهای است که مزه آن برنگشته است و جویهای است که از می و شراب لذت دهنده برای آشامندگان و جویهای است که از عسل صاف کرده شده و برایشان آنجا از هر جنس میوه هاست و آنها را از پروردگارشان آمرزش است. سوره محمد آیه 15. بهشت منزلی با کرم عالی و مکان نعمت هاست. بهشت مکان امید مؤمنان و مکان آنهایی که خوف داشتند. الله سبحانه و تعالی بهشت را برای دوستان خودش از نعمت ها عطا می فرماید. نعمت هایی که آن را چشم ندیده است، گوش نشنیده است و در آن یگان خطر به قلب انسان نمی باشد. بهشت از چیزهای غیب است. پس برای دانستن وصف بهشت و احوال اهل آن راهی نیست مگر با خبری صحیح از الله سبحانه و تعالی و یا از پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم. زیرا بسیار آیات ها و حدیث های صحیح آمده است که از وصف بهشت و احوال اهل آن سخن میکند. از باشنیدن این آیات ها شوق و هوس مؤمنان با آن زیاد گردیده و به دیده دوستداران آن جاری می شود. چگونه جاری نشود و منزلی که در آن نعمت هاست و در آن جاودان و ابدی میمانند و بناها در بهشت خشت از طلا و خشت از نقره است و لای بین آن خشت ها از مس و سنگریزه های خرد بهشت از لؤلؤ و یاقوت و خاک آن از زعفران است. حدیث با روایت امام ترمذی. اهل بهشت بار اول به مثل ماه شب 14 به بهشت داخل میگردند. آنها به مثل ستاره هستند که در آسمان در شب تاریک جلو میدهد و یا سختر از آن آنها جلو میدهند. میخورند و می نوشند و نه آب دهان می اندازند و نه پیشاب میکنند و نه آب بینی می اندازند و نه مدفون میکنند. شانه هایشان از طلا است و عرق بدن آنها بوی مشک میکند و همسران آنها حوران هستند. اهل بهشت را به بهشت درآورده می شود که در جسدشان موی نیست و چشمهایشان سرمه کشیده است که زیباییشان زیاده گردیده است. عمرشان 33 ساله است و درازی قدشان 60 ذراع است. حدیث با روایت امام احمد. و به هر شخص بهشتی قوت 100 مرد را داده می شود. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود با آنها کاسه های بزرگ زرین و کوزه ها نیز دور زننده شود و در آنجا هرچی نفس بخواهد و چشم ها از دیدن آن لذت ببرد موجود است و شما در آنجا جاودان باشید. سوره زخرف آیه 71. در بهشت جوانی آنها نرود و نه لباسشان کهنه گردد و خواندن سبحان الله و الحمدلله در آن چنان الهام می شود که همچون نفس کشیدن به شما. به آنها هر چیزی که داده می شود دوست داشته تر از نظر کردن به پروردگارشان نیست. حدیث با روایت امام مسلم. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود برای آنان که نیک کاری کردن حالت نیک و زیاده در آن یعنی دیدن الله سبحانه و تعالی باشد و روی آنها را هیچ سیایی و هیچ خاری نپوشد. این جماعه اهل بهشتند. آنها آنجا جاودان باشد. با عجبا چگونه آنه که طلب بهشت را دارد امروزها بخوابد و چگونه آنه که خواستگار آن است مهر آن را ادا نماید و چگونه بعد شنیدن اخبار اهل بهشت در منزل خود در این دنیا زندگی می نماید و چگونه باید قرار کردنش که با آن مشتاق است آب دهان خود را نریزاند. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود اهل دوزخ و اهل بهشت برابر نیستند. اهل بهشت به مطلب رسندگانند. سوره حشر آیه 20.